أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله علی حلمه بعد علمه. والحمد لله علی عفوه بعد قدرته. والحمد لله على طول عناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ديان يوم الدين. اللهم صل وسلم على حبيبك ونجيبك وصفيك وخيرتك في خلقك حافظ سرك ومبلغ رسالاتك بشير رحمتك ونذير نقمتك سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على جميع الشهداء والصالحين وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المسلمين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند عالی علا را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. مولود کعبه، محور حق، امام سفید رویان علیه افضل و صلوات المسلین می فرمایند شما را به تقوا سفارش می کنم. اوصیکم به تقوا الله. تقوا را شعار دلهایتان قرار دهید. تعبیر بسیار زیبایی است. اوصیکم به تقوا الله و اشعروها قلوبکم. حرف دل انسان، محبوب ترین جمله و کلام انسان باید تقوا باشد. فرمود گناهانتان را با آن بشویید. وقتی در وجود انسان تقوا باشد، در فکر و چشم و قلب و اعضای انسان تقوا حکومت کند، گناهان شسته می شود. ورهزو بها ذنوبکم الا فسونوها و تسونو بها. تقوا رو حفظ کنید. هر جا حرکتی که تقوای ما را در خطر می اندازد از او باید اجتناب کنیم. از هر رابطه ای، از هر برنامه ای که سلامت و عزت ما را آسیب می زند با دقت پرهیز کنیم. فرمود تقوا رو حفظ کنید و با تقوا خودتان را از همه ضررها و خطرها محافظت کنید. امید است هممان به این جمله و به این سفارش خداوند، انبیا و اولیای الهی بیش از پیش توجه داشته باشیم. خب، مناسبت های ویژه و استثنایی داریم در این هفته و در این ایام ماه مبارک رجب. ایام ویژه، ایام اعتکاف، ولادت امیر بیان، تنها انسانی که در تاریخ خلقت در
مکه معظمه به دنیا آمده. به همین دلیل بحث خطبه اول را استثناءً پیرامون عبادت در نظر گرفتم و در خطبه دوم علاوه به مسائل روز، مسائل اجتماعی، بیشترین بحثمان پیرامون شخصیت آقا امیرالمومنین از منظری که ما بیشتر به او نیاز داریم. جامعه انسانی، جامعه اسلامی مخصوصا در شرایط فعلی ما چه مسیری را برویم و چگونه از راهنمایی های این شخصیت، نه تنها یک گروه، یک عده، همه بشریت، همه مسلمین بهره ببرند تا بیشتر به سمت عزت و اقتدار و سربلندی حرکت کنیم، جامعه اسلامی بیشتر مورد توجه جهان و بشریت قرار بگیرد. بحث خطبه اول را با استفاده از قرآن و شکلی که نظارت بیشتر به زندگی اجتماعی من دارد آغاز میکنم. علما، فضلا، اهل فکر و دانش و بصیرت، همه شما خوبان در جریان هستید. یکی از موضوعات مهم در اسلام مسئله عبادت است. بیشترین ساعات عمر ما در زندگی من برنامه های عبادی است. در روز حداقل 5 بار نماز واجب میخوانیم. 5 تا نماز واجب داریم غیر از مستحبات. مسئله حج یکی از مظاهر مهم عبادی است. نمازهای با عظمت عید سعید فطر و عید قربان، به شکل کلی خداوند میفرماید ما جن و انس را نیافریدیم مگر برای عبادت، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، در سوره مبارکه زاریات. همه ما وظیفه داریم اهل عبادت باشیم. اما چه عبادتی؟ آیا فقط نماز بخوانیم، ذکر بگیم، خلوت داشته باشیم، تلاوت قرآن داشته باشیم، بقیه صحنه های زندگی را کی مدیریت کنه؟ اونها چی میشه؟ و ما اقتصاد لازم داریم، ما مداوا نیاز داریم، ما پیشرفت و تولید و صنعت نیاز داریم، در سفرهامون نیاز به وسایل نقلیه داریم، باید هواپیما داشته باشیم، وسایل دفاعی داشته باشیم، اینها را چه کار کنیم؟ با نگاهی به این مقوله بحث عبادت خدمت دوستان و مهمانان خداوند در این فضای ویژه و ملکوتی عرض میکنم. پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن بالاترین انسان، با ارزشترین انسان، به تعبیر خودمانی یعنی خوبترین انسان، افضل الناس، دیگه از او بهتر نیست، او کسیه که عاشق عبادت باشه، واقعا تشنه عبادت باشه. نماز زوری، اجباری، اکراهی، اینا گره از کار باز نمی کنن. جامعه اسلامی جامعه عاشق عبادت، تشنه عبادت، منتظر عبادت باید باشن. تاریخ می نویسه پیغمبر اسلام صلوات الله علیه خیلی پرکار بودن. این تنها ما مسلمان ها نمیگیم، همه قبول دارن. فرمود هیچ انسانی، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. اما وقت اذان که میشد به بلال میفرمود بلال اذان بگو ما راحت شویم. این بزرگوار فرمود که بهترین انسان اون انسان است که عاشق عبادت است، منتظر است که وقت نماز بشه، منتظر است که یک لحظه خلوت پیدا بکنه، فرصتی خلاصه مناجات و
درمان دردهای درونش پیدا بکنه. این عشق به عبادت راه سعادت ماست. ما باید خودمان، خانوادمان، جوانانمان، زندگیمان را این گونه تربیت کنیم، این گونه تنظیم بکنیم، نه اینی که به زور بخوایم کسی را وادار به نماز بکنیم. حالا ترک نماز جرم بزرگی است، اما مهم این است که عاشق عبادت بشیم. فرمود من عشق العباده. شما یک کسی را که دوست دارین، طفلی، عزیزی، برادری، رفیق را وقتی از زیارت برمیگرده، از سفر طولانی برمیگرده، چگونه به آغوش میگیرین؟ فرمود فآنقها، او را در آغوشش میگیرد و با همه وجود احبها به قلبه، قلبن از باطن عاشق عبادت بشه. منتظر است کی اذان صبح بشه، کی لحظه مثلا مناجات بشه، کی نماز مغرب بشه. حالا من مثال به نماز میزنم، بعدها ابعادش عرض میکنم، بعدها یعنی در همین خلاصه خطبه. فرمود بهترین انسان این انسان است. خب عبادت اصل است، ما باید اهل عبادت باشیم. حالا نماز خوندن یکیشه، نماز جمعه هم اوجشه. اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، با تلاش برین به این یاد خدا. اما اسلام یک دینیه که به همه جوانب توجه داره، نمیگه فقط برین نماز بخونید، میگه نماز جمعه بخوان. فاذا قضیت الصلاه، نماز که تمام شد، فانتشروا فی الارض، برین در سراسر زمین، در کشور، در شهرها حرکت کنین برای درآمد، برای پیشرفت، برای آبادی. ما عباداتمان اونگونه نیست که خشک و به تعبیر دیگر قشری باشه، نه، محتوا داره. نماز بخوان برای که به اهداف عبادت برسی. با کدام عبارت بگویم؟ یکی از بهترین راه های رسیدن به عبادت این است که ما دانشمان بالا بره، فقهمان، فهممان. عبادت همینطوری، عذرخواهی میکنم، خلاصه کورکورانه نشاط نداشته باشیم، درک نداشته باشیم، فهم نداشته باشیم، زیاد ارزش نداره. صاحب این ایام یعنی مولود کعبه، سردار سخن، امیر بیان فرمودن لا خیر فی عبادت لیس فیها تفقه، در اون عبادتی که در اون فهم نیست، درک نیست، با شناخت توأم نیست، خیری نیست. عبادت زمان شیرین است، ارزشمند است که در کنارش ما دانشمان بالا بره، فهممان بالا بره، درکمان بالا بره، تحلیلمان بالا بره، پیشبینی هامان درست از آب در بیاید. این عبارت از آقا امیرالمومنین است. فرمودن یاد خدا جان انسانها را زنده می کند و عقل انسانها را روشن می کند. چطوریه که بعضی ها تحلیلشان درست از آب در می آید؟ پیشبینی هاشان نسبت به خانوادهشان، نسبت به جامعه، نسبت به خلاصه جریانها، یک عده کور حرکت میکنن، هرچی پیشبینی میکنن خلاف از آب در میآید. اونهایی که عبادتشان آگاهانه هست، نتیجهش همین میشه. من فرصت نیست وارد خلاصه مصادیق بشم. آقای امام حسین علیه السلام به حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن بدانین عاقبت امر شما ختم به خیر میشه، والله آمیکم و یجعل عاقبت امرکم خیرا. عبادات ما باید از این مسیر حرکت بکنه، با تحمیل و زور و خلاصه اجبار و اکراه به این مرحله نخواهیم رسید.
طولانی نکنم. زین العابدین سید الساجدین که شخصیت استثنایی داره، پیغمبر فرمود قبل از ازدواج آقای امام حسین، هنوز امام حسین 6-7 ساله بیشتر نبود که پیغمبر رحلت کرد و نقل قطعی تاریخ، رسول گرامی اسلام فرمود و کأنی انظر الی ولدی علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب یخطر بین الصفوف، فرمود گویا میبینم فرزند حسین، فرزند علی یعنی زین العابدین را که در بهشت پیشا پیش جمعیت حرکت میکنه. اینا بدون اون بصیرت و ولایت قابل فهم نیست برای انسان ها. این بزرگوار فرمود عبادتی که در آن شناخت نباشد، تفقه نباشد، لا عبادت الا بالتفقه. او عبارتی که جلوتر عرض کردم فرمود لا خیره، در این عبارت حضرت می فرماد لا عبادت کالتفقه یا بالتفقه، اصلا چیزی عبادتی به پای شناخت نمی رسد. مهمانان نماز جمعه علامت سعادت جامعه این است. اگر یک وقت دیدین جامعه به این مسیر قرار گرفت، معلوم جامعه در حال رشده. فرمود زمانی که مردم حرف آگاهان را گوش می دهند، در مسیری که آگاهان راهنمایی می کنه حرکت می کنن، ببینین این جامعه به سمت سعادت در حرکت است. تا زمانی که مردم پی حرف جاهل می رود، پی حرف نادان می رود، پی حرف کسانی می رود که از ابزار منهی و منفی و حرام استفاده می کند، بحث خون، بحث تعصب، بحث ملیت، از این مرزها مردم در واقع مهار می کنند، این علامت ضعف جامعه است. ما می خواهیم از این مسیر به خدا نزدیک بشویم، چون مسیر سالم است. مسائل خانوادگی در عبادت جایگاه بسیار بالا داره. وجود مبارک و مهربان رسول گرامی اسلام فرمودن نگاه فرزند به پدر و مادر عاشقانه. گاهی آدم نگاه میکنه از روی حسرت، از روی خشم، نه، نظر ولد الى والده، نگاه فرزند به پدر و مادر، حبن لهما، عاشقانه، از روی محبت، از روی دلدادگی، عبادتون، این عبادت است. ما نماز بخوانیم اما احترام پدر مادر در جامعه همان پایین باشه، بها ندیم. این عبادت معلومه اثر اونچنانی ندارد. بالاتر بریم، النظر الى العالم عباده، نگاهی به چهره عالم عبادت است. انشالله علمای ما، نخبگان ما، پیشوایان فکری اعتقادی ما به اون مرحله برسن که نگاه به اونها عبادت باشد. یکی از خطرناکترین صحنه ها همین صحنه هایی است که ما لحظه به لحظه با اونا مواجه هستیم. سخنرانی، مردم پای صحبت و سخن جمع کردن کار بسیار ارزشمندی است. پیغمبر فرمود اسلام عزیز کنین، اعز الاسلام، اسلام عزت بدین. گفتن یا رسول الله چگونه؟ فرمود با حضور در محضر علما. شما میدانین وقتی آدم وارد یک مجلسی با شکوه میشه، یادم نمیره در یکی از سالها عزیزی، خلاصه شخصیت دلسوزی به این شهر آمد، شاید 14-15 سال قبل بود، همون گوشه‌ای که الان دوستان نشسته اینجا نشسته بود در فضای نماز جمعه، بی اختیار اشکش می‌ریخت. میگفت که در اینجا یک فضای اینطوری
اما اگر این عالم از خدا بگوید همه این مردم خدا را عبادت کرده، اگر از شیطان حرف بزند شیطان را عبادت کرده. یک جنبه عبادت نگاه به عالم است. کدام عالم؟ بالاترین جهاد گفتن حق است. در آغاز تحول یکی از عزیزان در یک صحبتی این بحث مطرح کردن که چرا در خلاصه مبارزات نظامی حضور فیزیکی نبود. من عرض کردم نزدیک 2 دهه ما از بالاترین جایگاه در حال که سراسر این کشور را اشغالگران اشغال کرده بودند، از آدرس قرآن و از آدرس اسلام اون چرا که از حق می شناختیم او را گفتیم و از او دفاع کردیم. امروز هم جایگاه این رسانه و این انرژی بلند قابل انکار نیست. ما امیدواریم در قالب بیان معارف احیاگر و روشنگر جامعه ما از این روند که در بعضی از مواقع و در بعضی از فرصتها گرفتار شدن به سلامت با دقت و بصیرت و آینده نگری علما عبور کنند. مسئله سوم به تعبیر بسیار زنده فرمود و نظر الی امام المقسط عباده، نگاه کردن به چهره حاکم عادل و دادگر عبادت است. جامعه ما تشنه عالم و آگاه است. جامعه ما تشنه‌تر است برای داشتن حکام عادل، مسئولین طرفدار عدالت. عبادت اسلامی تنها به نماز خلاصه نمیشه. اون تعبیر معروف که همه بلدن، برای یک حاکم از نماز و از عبادت فراوان عدالتش ارزشمندتر است. پیغمبر وقتی امیر المؤمنین را می ستاید می فرماید کفی و کف و علیین فی العدالت سوا، دست من و دست علی در عدالت با هم برابرن. یک چنین عبادتی باعث پیشرفت و عزت و سربلندی جهان اسلام می شود. خیلی مباحث مهم و حیاتی و در واقع ارزشمند در بحث عبادت داریم، زیاد فرصت نیست. این عبارت رو بخوانم و خطبه اول به پایان برسانم. حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و علیه السلام فرمود به حق اقول لکم، با اون حقی که ناموس خدا هست و خدا او را در هر شرایط حفظ می کند، فرمود که کسانی که اسیر دنیا هستند، هدفشان از حکومت، هدفشان از درس، هدفشان از جایگاه و تصاحب موقعیت ها دنیا هست، رسیدن به دنیا هست، فرمود این انسان ها از عبادت لذت نمی برند. نمیگم انسان قدرت نداشته باشه، ما قدرت نداشته باشیم کار نمیتونیم. ما اگر امکانات نداشته باشیم خیلی از برنامه ها را نمیتونیم اجرا بکنیم. امکانات نیاز است، قدرت اجرایی داشتنش یک فرصت بسیار ارزشمند است. جایگاه اجتماعی، رساندن صحبت و سخن و پیام، اینها همه ابزار رشد و پیشرفت است، اما هدف نباید دنیا باشه. فرمود اگر کسی به خاطر دنیا و مادیات از این وسائل استفاده بکنه، این مثل مریضی میمانه که به میوه ها و غذاها میبینه و لذت نمیبره. شما گاهی دیدین وقتی آدم مزاجش
مشکل پیدا میکنه، هیچ غذایی براش گوارا نیست، هیچ آشامیدنی گوارا نیست. همه اینها در مسیر ساختن یک جامعه، اونه که ما واقعا به شدت به اون نیاز داریم. نسلهای گذشته ما محروم بودن، واقعا با محرومیت که قابل وصف نیست رفتن و دنیای از تأثیر و حسرت رو ما داریم پشت سرمان در گذشته من میبینیم. امروز هم به شدت نیازمندیم و نسلهای آینده ما هم اگر قرار است عزیز باشن و دل بدهن برای آبادی کشور، انشالله مسیر را باید بشناسیم. طرفدار عبادتیم، طرفدار بصیرتیم، طرفدار عشق و محبت به کشور و وطن و مردمیم و برای آبادی و پیشرفت و عزت و اقتدار جامعه با استفاده از راهکارهای قرآن و زندگی پیامبر و ائمه معصومین و دلدادگان و عاشقان به این دستگاه با عظمت طرح و در واقع نظر داریم. امید است که با آسایش و آرامش و امنیت که وظیفه من هست او را فراهم بکنیم و همه من، نه فقط حکومت، آحاد ملت از او دفاع بکنه و او را در واقع حراست و حمایت بکنه و او برسیم. خدایا ما را در این مسیر بیش از پیش یاری بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة الخلف الصالح أئمة المؤمنين. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. عرض تبریک خاص و ویژه دارم به مناسبت ولادت با سعادت امام سفیدرویان، تنها شخصیتی که افتخار ولادت و به دنیا آمدن در مکه معظمه را پیدا کرد، محضر آقا و مولامان صاحب الزمان. همه موحدان و ارادتمندان با آستانه قرآن و پیامبر و اهل بیت، مخصوصا به شما عزیزان، یکی دو نکته قبل از اون که درباره شخصیتی اون بزرگوار صحبت کنم، از باب وظیفه در نماز جمعه مخصوصا مسائل اجتماعی، تحولات و راهکارها لازم است و مردم گفته شود و پیشبینی شود و برنامه ریزی شود. امروز دنیا به شکلی است که چیزی مخفی نمیماند و بهترین روشم این است که حکومتها، نظامها زمینه روشنگری، زمینه آزادی را فراهم کنند. البته
هفته گذشته عرض کردم نباید سوء استفاده کرد، اما اطلاعات روشنگری اینه که مردم در جریان همه برنامه ها قرار بگیرن از حقوق مردم است و برای پایداری هر حرکت ارزشمند مفید است. به همین دلیل است که داشتن رسانه های سالم یکی از بالها و سکه های رشد جوامع است. گزارش را سازمان شفافیت بین المللی منتشر کرده. شما می دانین هر سال این سازمان بخشی از کارش اینه که کشورهای دنیا را از همه آدرس ها اوضاع اجتماعیش بررسی میکنه. در کشورها اوضاع چطوریه؟ وقتی یک کار اداری پیدا میکنن آیا به سرعت انجام میشه؟ میخوان جواز بگیرن، میخوان ملک را مثلا سند بزنن، کارخانه ای را بندازن، کار اداریشان یا نه معطل میشن؟ آیا خلاصه وقت کشی، اتلاف وقت، عذرخواهی میکنم، رشوه، فساد، اینها در چه حد است؟ خب هر سال با وسایلی که دارن گزارش میدن. من شاید هر ساله این بحث در نماز جمعه مطرح کردم. متاسفانه طول سالها افغانستان جزوی کشورهایی بوده که در پایان لیست بوده. مثلا سال گذشته در شماره 174 بود، تقریبا در ردیف کشوری مثل فنلند و نیوزلند که جزو خدمت شما، البته نه، کشورهای پایین‌تر از اونها، اینا جزو کشورهای برترند. امسال الحمدلله در گزارشی که این سازمان شفافیت بین المللی اعلان کرده، افغانستان رتبه 24 کسب کرده، یعنی فعلا در کشورهای دنیا در رده 150 است. البته نباید خیلی خوشحال باشید. خب 150 کشور از ما در مسائل اداری و فساد خلاصه جلوتره. بازم خوبه. یعنی پارسال امتیاز 12 بوده. حالا مسئولین امارت اسلامی گفتن ما این گزارش قبول نداریم، اما ما از این تحول استقبال میکنیم. واقعا رشده. ما امیدواریم برای گرفتن جواز کار، برای رفتن به یک اداره، برای حل یک مشکل اداری مردم معطل نمانند. مسائل رشوه و فساد اداری انشالله صفر بشه. ما از این تحول هم خوشحالیم و هم حمایت میکنیم. و همینجا عرض بکنم ما وظیفه داریم اگر با یک جریان فساد روبرو میشیم، جزء وظایف ملت است در مقابل اون موضع بگیره. نباید بترسیم. تعبیر است از علامه بلخی رضوان الله تعالی علیه، میفرمود، حالا شعر نمیخوانم، نماز جمعه است، میفرمودن که وقتی یک کس رشوه میده معلوم است این انسان انسان ضعیفی است که از مسیر رشوه میخواهد کارش جلو بره. به تعبیر ایشان انسان پست به یک پست دیگری وابسته میشه. حقوق ماست. ما هر کار قانونی را که باید انجام بدیم باید از مسیر قانونی انجام بدیم. انشالله مسائل فساد، فساد اداری، رشوه، مشکلاتی که مردم دارن به سرعت مدیریت بشه و انشالله همه این زمینه ها صفر بشه. نکته دومی را که بازم خبر مثبت است، رشد در واقع اقتصادی کشور، البته از این جهت که خب درآمدهای دولت یا حکومت یا امارت اسلامی از داخل بالا رفته، تقریبا یه چیزی حدود 50% بیشتر
الان هزینه ها از داخل تأمین میشه. ما از این جهت خبری را که نقل شده خوشحالیم، اما من وظیفه میدانم همینجا این مطلب عرض بکنم که در کنار این درآمدی که از مردم و از عواید داخلی فراهم شده، باید به زندگی مردم هم توجه بشه. ما امیدواریم که مسائل قومی در حکومتداری به صفر برسه. اینه که مسئولین حقوق عده ای را قطع کنن، به خاطر که یک آدرسی داشتن، معلولی، کارمندی، اینا شایسته نیست، اینها به نفع جریان نیست، به نفع پیشرفت نیست. علی کل حال درباره وضعیت اقتصادی افغانستان نکات مثبتی را که مطرح شده اینها را ما به فال نیک میگیریم. ارز ما یا به تعبیر دیگر پول کشور نسبتاً خیلی آسیب ندیده، البته در اوائل یک مشکلاتی پیش آمد، الحمدلله از این جهت قابل قدر است. امیدواریم که اقلام اساسی زندگی مردم، مواد اولیه، همون گونه که در این اواخر یک مقداری از قیمتها کاهش پیدا کرده، بیشتر انشالله کاهش پیدا بکنه، چون قدرت خرید مردم خیلی کم شده. درآمد مردم الا عده‌ای به شدت ضعیف شده. ما امیدواریم که با عدالت اجتماعی این مسئله هم حل بشود. خیلی مردم ناامیدن در ارتباط با ساخت و ساز، مخصوصا شهرهایی که مردم زندگی میکنن، مسائل رفاهی، سرک ها، مراکز هم متاسفانه در این تحول، حالا به هر دلیلی که بود، اونگونه ای که باید مدیریت میشد نشد. یعنی بهتر بود که هیچ مشکلی برای جامعه ما پیش نمی آمد، این منابع و سرمایه ها خلاصه سالم می ماند. علی کل حال باز هم ما خوشحال هستیم که در این تحول خونریزی نشد، مشکلات از اون قبیل کم بود. باز هم انتظار میره که انشالله جریان ساخت و ساز، مسائل پیشرفت اساسی کشور مورد توجه باشه. طبق بعضی از گزارش ها این پروژه ها هم در حال برنامه ریزی و در حال خدمت شما عرض میشه که اجرا است. امیدواریم که با این تحول نشاط بیشتر و امیدواری بیشتر سراغ کشور و مردم ما بیاید. آخرین بحثی را که مطرح میکنم، میلاد آقا امیرالمومنین علی علیه السلام است. همه عزیزان میدانند به نقل تاریخ مادر مجلله و مکرمه امیرالمومنین فاطمه بنت اسد روزهای آخر حملشان بود، نزدیک وضع حملشان بود، حالا آمده بود برای زیارت خانه خدا. با خودش فکر میکرد که شاید بعدها طول بکشه تا من بتونم بیایم مکه معظمه رو زیارت بکنم. خب اون زمان 23 سال قبل از هجرت است. در یک نقطه مکه مشرکین نشسته بودن با هم صحبت میکردن، خلاصه دارون ندوه بود، دیدن خانم ابو طالب آمد برای طواف و زیارت خانه خدا. حالا چند بار طواف کرد اونا را به ذهن ندارم، شاید هم دنبالش نبودم. در حال طواف کردن خودش با خدایش داره صحبت میکنه در فضای ویژه مکه. یک وقت دیدن گوشه ای از مکه معظمه شکافته شد، دیوار، همه داشتن میدیدن. بی بی مجلله مکرمه وارد خانه خدا شد. در همون لحظه دیدن دیوار شکسته به هم آمد. این از استثنایی ترین جریان هایی است که در تاریخ بشر پیش آمده. در یک مکان ویژه، در
روز جمعه در 13 رجب. بعد مهمتر این است که وقتی کلیددار مکه آمد کلید می اندازه که در رو باز کنه، اثر نداره. ابزار تخریب آوردم، کلنگ و وسائل که دیوار بشکنن، حالا در باز نمیشه، از جای دیگه وارد بشن. چه خبر است؟ اثر نکرد. خب بگم چه جریانی منتشر میشه؟ این خبر لحظه به لحظه در فضاهای بزرگتر منتشر میشه. 3 شبانه روز طول کشید، نه در باز شد، نه بیل و کلنگ و ابزار اون زمان توانست خلاصه به مکه و به دیوارهای خانه خدا را باز بکنه. بعد از 3 روز، اینا جالبه، اگر اینا را انسان دقت بکنه شاید تکرار باشه، اما داخلش خیلی نکته داره. بعد از 3 روز دیدن اونجایی که بیبی وقتی وارد شدن شکافته شده بود، داخل شده بود، همونجا 2 مرتبه باز شد. قنداقه امیر المؤمنین در بغل نازنین و مهربان این مادر از درون خانه بیرون آمد. حالا درکش با شما، تحلیلش با شما، در این 3 شبانه روز، خب شما میدونین یه زن وقت زایمان میکنه خیلی نیاز داره. هممون صاحب اولادیم، همسر داریم، حالا انشالله جوانهایی هم که مجردن به یمن ولادت آقا زندگی با انشالله همه خوبی ها را خدا نصیبشون بکنه. وقتی همسر فرزند میاره خیلی نیاز داره، غذای بهتر، رسیدگی بهتر. حالا درون خانه چیگونه پذیرایی شده خدا میدونه. چه غذایی برای فاطمه بنت اسد سلام الله علیها آوردن، چیگونه خدا از علی پذیرایی کرده. جالب است وقتی بیرون آمد، میگم که چشمای مبارکشه بغل هر کی دادن باز نکرد. اولین باری که چشمای نازنینش باز کرد به صورت نازنین پیامبر افتاد. بعد مادر گزارش داد، من در اون 3 شبانه روزی که در خانه خدا بودم غذای بهشتی برام می آوردن. وقتی بیرون آمدن صدایی به گوشم آمد، فاطمه بنت اسد اسمش بگذار علی. گرامی می‌داریم این ولادت را. ضمن تشکر از همه ارادتمندان به این بزرگوار، خدا رحمت کنه، ابن سباق مالکی از علمای بزرگ جهان اسلام می‌فرماید فرزند پاک از نسل پاک در جای پاک به دنیا آمد، چنین شکوهی از چه کسی دیده شده است؟ شریفترین مکان حرم مسجد الحرام است، شریفترین مکان مسجد کعبه است. هیچ کسی جز علی در کعبه دیده به جهان نگشود، بنابراین کودک کعبه دارای شریفترین مقام هاست. مولودی که در بهترین روزها جمعه در ماه صلح و صفا رجب در خانه خدا جز امیر مؤمنان علی علیه السلام کیست؟ امیدوارم که برای شناخت این شخصیت بیشتر از گذشته ها برنامه ریزی داشته باشیم. من در حکومت قبلی عرض کردم، الان در دوران قدرت و حاکمیت امارت اسلامی که الحمدلله علما دانشمندان در رأسن، اونهایی که شاگرد مکتب قرآنن، شاگرد حوزه های علمیه هستن، مدارسن، اهل حدیث و روایتن. در گذشته پیشنهاد کردم در افغانستان یکی از شهرهای بزرگ و واقعا قابل توجه مزار شریف است.
این شهر در افغانستان ویژگی ها دارد. این بارگاه منصوب به امیرالمومنین، عزت و افتخار این سمت و این ولایت را باعث شده. می طلبد در مناسبت میلاد امیرالمومنین جلساتی به مناسبت میلاد برگزار شود، همه جوامع، همه ملت، همه مردم با راز و رمز این شخصیت آشنا بشن. غیر مسلمان ها میگوین دنیا چی میشد هر 100 سال یک علی تحویل بشریت میدادی. جورج جرداق مسیحی کتاب می نویسه علی صدای عدالت دنیا و بشر. تکبیر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، صوت العدالت الانسانیه. بعد میگه که مازا علیک یا دنیا، دنیا چی شده توره؟ لو حشدت قواک، همه این انرژی و نیروت جمع میکردی یک علی هر 100 سال به بشریت تحویل میدادی. آقا ما بیاییم سخنی علی را بفهمیم، روشی علی را بفهمیم. تلویزیون ها، مؤتمر ها، محفل ها، رسانه ها کار کنن. من چند تا جمله عرض کنم. خیلی خوشحال هستم که امروز به حمد الله و المنه در این فضا از این شخصیت و از راهنمایی های او سخن میگویم. پیغمبر بزرگوار اسلام جمله درباره علی فرمودن یکی از دیگری بالاتر است. والله این جمله مسیر سعادت دنیا و آخرت انسان روشن میکنه. فرمود والذی نفسی بیده، با اون خدایی که جان پیغمبر در ید قدرت اوست، لئن اطاعوه، اگر مردم از علی پیروی کنن، لیدخلن الجنت اجمعین، همه مردم اهل بهشت می شون. بابا بهشت مسیر داره، راه داره. هیچ مسیری اینطوری به این جامعیت از طرف پیغمبر معرفی نشده. والذی نفسی بیدی بیده لئن اطاعو، اگر از علی پیروی کردن و بکنن، لیدخلن الجنت اجمعین اکتعین، بدون استثناء. فقط بیاین علی را بشناسیم، از اون مسیری که آقا رفته حرکت کنیم، بهشت درست میشه، دنیا بهشت میشه. علی چه کار میکرد؟ در کنار مردم بود. من بارها گفتم حکومتی که شکست ناپذیره و حکومت است که با مردمه. اون شخصیتی که در یک موقعیت قرار داره در دل جامعه نیست، در کنار مردم نیست، او زندگیش علیوار نیست. اونی که فرشش با دیگرها فرق داره، روابطش مخصوص است، سفرش مخصوص است، مردمی نیست، او زندگیش زندگی علی نیست، او که از درد مردم آشنا نیست. یاران امیرالمومنین می آمدن کنار حضرت برای که به حضرت آسیبی نرسه. عدی بن حاتم با یکی دیگه از دوستانش میگوید شب آمدیم نزدیک امیرالمومنین با هم اونجا به تعبیر خودمان پیره بدیم، نگهبانی بدیم. آقا خیلی کم استراحت کرد، از جا حرکت کرد. نوف بکالی، عدی بن حاتم، این دو نفر، میگوید فورا از جا حرکت کرد، مقداری خلاصه نیازمندی ها را و سایل خوردنی اینا را فراهم کرده بود، با خودش در حال حرکت کردن بود. ما هم پشت سرش حرکت کردیم که نکنه کسی به آقا آسیب برسانه. از صدای پای ما متوجه شد، فرمود دعنی یا نوف، نوف مرا رها کن، بگذار من به کارم برسم. گفتم آقا کجا میری؟ دل شب است، دشمن زیاد داره. فرمود که
آمال و آرزوهای های من مرا به این مسیر کشونده. چه زیبا نسخه میده برای زندگی بشر. میفرماید خالط الناس مخالطتن، با مردم معاشرت کنین. چگونه؟ مخالطتن. میدونین مرگ سراغ همه ما میآید. این متم بکو علیکم، اگر مردین براتان اشک بریزن. و این اشتم هنو الیکم، اگر زنده بودین به شما عشق بورزن. اگر میخوایم علیوار زندگی بکنیم، در خانه مان، در محیط کار مان، در اداره مان، در ولایت مان، در ریاست مان جوری زندگی بکنیم که اگر هستیم مردم عاشق مان باشن، بیاین با ما بشینن راحت آسوده بدون اضطراب. اگر هم مردیم که یک حقیقت است، میمیریم از ته دل به ما بسوزن. این زندگی علیست. فرمود که کسی که به ظلم راضی است، العامل به ظلم و المعین له و راضی به، کسی که خودش ظالم است، کسی که ظالم را کمک میکنه. خب میدونین یه نفر نمیتونه بر همه جامعه ظلم بکنه، یک عده کنار او خلاصه قرار میگیرن، بعد زمینه ظلم فراهم میشه. فرمود اونی که راضی به ظلمه، همه اینها در گناه ظلم شریکن. چقدر زیبا فرمود کونو لظالم خصما و للمظلوم اونا. فرمود در مقابل ظالم استوار باشیم، یاور مظلوم باشیم. زندگی علی، مسیر علی این هاست. درسته جورج جرداق مسیحی میگه ای دنیا هر 100 سال همه نیروهات جمع بکن یک علی تحویل بدی، نیازی به یه حرف نیست. حالا اون از یک منظر گفته. من بعض وقتا اینجور صحبت ها را که تحلیل میکنم میگم خب او با شناخت خودش گفته، الحمدلله یه شناختی بالاتر از اونها خدا به ما عنایت کرده و او ولایت اهل بیت علیهم السلام است. ما بیاییم سخن علی را بفهمیم، نهج البلاغه علی را بخوانیم. حکمت های علی علیه السلام را بخوانیم. انشالله که این تجلیل مناسبت ها ما را با این شخصیت و راهکارها و نکات که برای سعادت دنیا و آخرت من لازم است آشنا بگرداند. امیدواریم که در هر مناسبتی گوشه های از این رمز و راز را بیشتر دقت کنیم. فرمود دنیا دو روز است، از ده روی اومان. یه روز آدم در قدرت است، در شرایط خوب است، باید از اون روزی که شرایطش خوب است خوب استفاده بکنه. فَإِذَا كَانَ لَكَ فَلَا تَبْتَر، وقت دنیا به نفع تو هست مغرور نشو. باور کنین یه جمله طلایی، به درد اهل حکومت میخوره، به درد اهل ثروت میخوره، به درد اهل علم میخوره، به همه، به جوانها، به واقعا نسخه است. فرمود اون روزی که کارت جوره، وضعت خوبه، یه قدرت داری، یک توان داری، فرمود او لحظه مغرور نشو. و این کان علیک فصبر، اگرم فشار آمد نترس، تحمل بکن. شما دیدین با تحمل چه تئوری صحنه ها را مدیریت کردین؟ اونایی که بی صبری کردن ضرر کردن. نمیگم صبر فقط در یک فضای کوچیک، نه، در فضاهای کلان، در روابط بزرگ، در مسائل اجتماعی. خدایا ما را با مقام امیرالمومنین بیش از پیش آشنا بگردان. خدایا ما را در لحظات جان دادن و سرازیری قبر و سؤال نکیره این مورد
لطف و عنایت و شفاعت اون بزرگوار قرار بده. ایدی همه ما را تعجیل فرج آخرین یادگارش طاووس بهشتیان قرار بده. دعاهای اون حضرت مستجاب بگردان. خدایا به توفیقات مراجع علمای خدوم اهل خیر بیش از پیش بیفزا، ما را اهل خیر قرار بده. امنیت کشور ما، همه مسلمین در محوریت قرآن و اهل بیت بیش از پیش تأمین بگردان. دلهای ما را در محوریت قرآن و اهل بیت به هم دیگه نزدیکتر و مهربانتر بگردان. عزیزان که با حضورشان در صحنه‌های عزت نمازهای جمعه اسلام را یاری میکنند به عزت دنیا و آخرت برسان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.